جمهوری اسلامی می رود تا به یک مقام شامخ جهانی در سال 2011 نائل شود. جمهوری اسلامی در رقابت با چین کوشد تا روی سبقت را در اعدام هموطنان ما در ایران برآباید. به گفته دادستان تهران همکنون 300 نفر در شهر تهران در انتظار اعدام به سر می‌برند. این در حالی است که اعدام دست جمعی در نقاط مختلف ایران برای بریدن نفس مردم کماکان ادامه دارد. جمهوری اسلامی اخیراً در زندان وکیل‌آباد مشهد دست به یک اعدام دست جمعی زد و این اعدام‌های دست جمعی اکنون حربه تازه است در دست رژیم تا سکوت و خفقان حاکم بر کشور ما را تشدید کند. به راستی آیا اینها راهی به جایی خواهند برد؟ آیا با اعدام و کشتار که شیوه جاری و ساری رژیم جمهوری اسلامی ایران از بد به استقرار این رژیم بر کشور ما بوده است می توانند مردم را ساکت کنند؟ پاسخ بسیار روشن است. چنین چیزی امکان پذیر نیست. جمهوری اسلامی عنان اختیار خود را از دست داده است. نه رهبر آن دارای حرمت سابقه است و نه رئیس جمهور آن و نه مجلس آن. همه اونها به هم ریختند و این نتیجه ساختار منحط مذهب شیعه است که در کشور ما 32 سال است حکومت میکند. به راستی ما در خارج از کشور چه باید بکنیم؟ در خارج از کشور به خصوص در کشورهای اروپایی و شهرهای مختلف اروپا اعتراض به اعدامهای فردی و دست جمعی در ایران ادامه دارد و کار این اعتراضها کار را بر جمهوری اسلامی ایران دشوارتر می‌کند. باید به این حرکت‌های اعتراضی پیوست و صدای مظلومان اسیر در زندان‌های ایران را به گوش جهانیان رساند. در برنامه امروز که برنامه ویژه‌ای است، میهمان گرانقدر من استاد بهرام مشیری است و در این برنامه به دین و نقد دین پس از تماشای یک ویدیو کلیپ در مورد اعدام در ایران خواهیم پرداخت. با ما باشید.
جناب مشیری، خیلی خوش آمدید. درود بر شما آقای فروزنده، خیلی خیلی سپاسگزارم من دعوت کردین. درود میفرستم خدمت هموطنان، همزبانان، بزرگواران هر جا که هستید. آقای مشیری، امروز میخوایم به دین بپردازیم و چرا امروز این ضرورت وجود داره تا به نقد ادیان بپردازیم. ابتدا من فکر کنم باید یه سری واژه ها رو تعریف کرد، نگاهش کرد. بله بله آقای فروزنده، شما همین فیلم هایی که نشان دادید من رو به یاد سخنی از راسل انداخت. برتراند راسل میگوید نگوید این آخوندها بد هستند، اصل قضیه خوب بوده است. میگوید که چارچوب کار رو بنیانگذاران دین گذاشتن، اینها مجریان هستند که اون کار رو انجام میدن. همین صحنه سنگسار که ملاحظه فرمودید که وحشیانه ترین، سبعانه ترین، غیر انسانی ترین وجهی است که ممکن است کسی رو تنبیه بکنن، این عرض میکنم که یادگار اسلام عزیز هست، اسلام پربرکت، که البته از یهود گرفته. به لحاظ اینکه ما میدانیم که این اسلام عزیز التقاطی است از آیین یهود و آیین زرتشت و درآمیخته با فرهنگ عرب. این داستان جنایت فجی که حقیقتاً تن انسان میلرزه و پشت انسان به لرزه در میاد در این روزگار، اون زن بیچاره در میان اون سنگ ها، اینها رو ما از دین داریم آقای فروزنده، از دستورات دین داریم، از احکام دین داریم. هر کاری که اینا کردن تا به امروز که طالبان کرده است و آخوندهای خودمان کردن، هیچ کدامش غیر اسلامی و غیر دینی نبوده است. این یک مطلب. فرمودی تعاریف اساساً ریلیجن زبان انگلیسی و دین تعریفی جز این دارد. در واقع دین یعنی مذهب و اندیشه دینی مذهبی عبارت است از اندیشه کاملا فراسوی قضایای مادی جهان و پرداختن به معنویات. اینو میگن تفکر دینی. اسلام چیز دیگری است. در واقع به گمان من اسلام دین نیست، بلکه یک حزب سیاسی بوده با تقلیدهای از دین. یعنی شما تصور بفرمایید که یک عده‌ای یا یک کسی بیاید به یک پیشنهادی به شما بکند برای اینکه آیین رو بپذیرید. خیلی خوب، رسم چنان بوده است در اون چه ما در داستان‌های بنیانگذاران دین دیدیم، در داستان‌های ادیان ایرانی، ادیان هندی یا همین ادیان ابراهیمی به قول معروف، که این بوده است که کسی عرض می‌کنه مطلبی رو عرضه می‌کرده، بعضی کسان می‌پذیرفتند، بعضی کسان هم نمی‌پذیرفتند. اما اجبار و الزام و تحمیل و وحشت و قتل برای پذیرش دین رو اسلام آغاز کرده. یعنی شما اگر که مطالبه فرمایید که زندگی بنیانگذار اسلام در مکه به مدت 13 سال همه این سخنان رو گفته، سخنان شاعرانه است، لمسی از انسانیت هم دارد البته، اما وقتی رو نپذیرفتن و بیرون کردن، ایشان طرح قتال و جدال و تحمیل. من میخوام خدمت شما عرض کنم که کل عربستان با فشار و اختناع و قتل عام تسلیم شده. ما این رو نمیدانستیم بچه بودی. یعنی بعد از رحلت بنیانگذار اسلام همه این اعراب بادیه بازگشتن به دین اجدادی و اینجا لشکرهای آماده رو ابوبکر فرستاده قتل عام کردن اعراب رو، به زور پذیرفتن. در واقع این اسلام همون مایه تسلیم هست، تسلیم. بعد کل ایران تا مرز چین با قتل عام و غارت از میکنن تسلیم شده است و همچنین از آفریقا. بله، این است که میخواستم به شما عرض کنم که این داستان اسلام با همه مذاهب بسیار بسیار تفاوت دارد. یعنی در اون عنصر زور هست، عنصر تحمیل هست و اعمال غیر انسانی هست، مخالفات شگفت‌انگیز هست که البته با عرض میکنم که تعبیر و تبیین و تفسیرهایی که دوستان میکنن یک لاپوشانی میخوان همواره از این کاستی ها و از کنن که در بطن اسلام هست بنماید. این نمونه ها شما دیدیم. اگر بخواییم فرمودید که اسلام یک التقاطی است از یهودیت، بله، و زرتشتیت، بله، از هر کدوم چیا رو گرفته؟ ببینید تمام مراسم و مناسکش چیز است، یهودی است. ساختار دینی زرتشتی است. خدمت شما عرض میکنم ساختار اسلام یه الله دارد، بهشت و جهنم، فرشتگان، این ساختار آیین زرتشتی یه از مخترعات خود ماست در واقع که
که البته شما میدانید که در آیین یهود مرگ پایان زندگی است، در تورات کوچکترین اشاره‌ای به زندگی بعد از مرگ نیست. از طریق در واقع این میشنری های زرتشتی هست که به اطراف اکناف مصر و جاهایی سفر کردن و اندیشه های فلسفی زرتشت رو گسترش دادن، وارد مسیحیت شده است و وارد اسلام شد. بنابراین ساختار کلیش از نظر ساختمان دین زرتشتی است، به لحاظ عرض میکنم پایه های احکامش اینا همه یهودی است، به جز جهاد و زکات هیچ چیزی در اسلام اصیل نیست که از خودش باشه. روزش، نمازش، عرض میکنم که سایر مراتب هست، چه بخوریم چه نخوریم، ختنش، حلال بودن فلان حیوان، حرام بودن فلان حیوان، همه مراتب رو عرض میکنم که از آیین یهود گرفته. یک کپی برداری هست از آیین یهود، متکی هست به دین یهود، میگوید من اینها برادران من هستند، یوسف برادرم، موسی برادرم، به نوعی هر دو دین رو مصادره کردن و در این از میکنم قالب اسلام ریختن. این حقایق امور هست، عرب هم نپذیرفتن. این است که قتل و غارت و اینها شروع شد و گرفتن سر گردنه ها و زدن اموال اینها و زور و اجبار و در همزمان با زور و اجبار تحریک کردن زشت‌ترین ابعاد حیات عرب، یعنی بهره کشی جنسی و سرقت اموال، گرفتن غنیمت. بنابراین یک نیروی جنگی درست شد به طمع گرفتن اموال مردم و همچنین بهشت موعود. حالا من وارد قضیه نخواهم شد، شاید به بد نباشد که بگوییم که اساسا سرچشمه دین در پیدایش ضعف انسان بوده است، ترس بوده است و طمع، و امروز هم ترس است و طمع، ترس و جهل، ترس و طمع. اما ترس پایه اصلیه. این از بقاطی انسان امواره البته بین یادگار روزگار قدیم هست، روزگار نادانی انسان هست. و به قول شوپنهاور، چند بار خدمت هموطنان عرض کردم که انسان نادان بود، چیزی نمیدانست، متحیر بود، شگفت زده بود، به این آسمان ها نگاه میکرد و مرتب خودش سوالات فلسفی میکرد که ما که هستیم، کجا هستیم، برای چه آمدیم، به کجا میرویم. و چون این سوالها علمی نبود و سوالها بی جواب ماند، آدم های پیدا شدن که آمدن گفتن سلونی قبل ان تفقدونی، من از اون بالا اومدم، سوال رو از من بکنید، و سوال میکردن، همواره توضیح مربوط، همواره سخنان نادرست و حسر به لحاظ علمی غلط میگفتن، اینا بیچاره میپذیرفتن. در جمعی فرمایید این داستانش بوده. یعنی اگر انسان دانشی میداشت که فرض کنی ستارگان چگونه هستن، از باب خلقت چگونه بوده، ما اینا رو قرن 18 و 19 فهمیدیم. یعنی به قرن 18 انسان آب رو هم نمیشناخته، اکسیژن رو نمیشناخته، علت سوختن اشیا رو نمیدانسته. متوجه هم هستین؟ اینها رو علم گشوده. بنابراین در انسان در منتهای نادانی و ضعف این است که یک جای خالی در ذهنش برای پذیرفتن این داستان ها داشته. تا به حالا اونجا که به اسلام مربوط هست عرب نپذیرفتن، ایستادگی کردن. یعنی سخنان الله اونقدر مستدل نبود که عرب مکه بپذیرن. بعد با شمشیر آمدن و فتح مکه کردن و از ترس شمشیر عرب بزرگ شدن. ما را هم که غارت کردن مدت 700 سال و کل آفریقا و این منطقه، یعنی شرق آفریقا و کل ایران تا مرز چین به ضرب شمشیر غارت و دزدی و اینها عرض میکنم که به آیین منور اسلام وارد شده بود.